سرخط خبرها، انفجار در شهر کابل. محقق: زوال حکومت طالبان دور نیست. متقی: استقبال رسمی به معنای به رسمیت شناختن است، رسمیت شاخ ندارد. ترکیه و قطر: پنج میدان هوایی افغانستان را مدیریت خواهند کرد. و طالبان به مولوی مجیب رحمان انصاری: تو را سنگسار و اعدام میکنیم. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. انفجار در کابل. لحظات قبل صدای انفجار در منطقه خیرخانه کابل شنیده شده است. چند قبل در نوی خیرخانه کابل انفجار صورت گرفت که هنوز در مورد تلفات جانی و مجروحین این حادثه اطلاعات در دست نیست. گزارش کامل بعداً منتشر می شود. بازداشت دو نفر به اتهام قتل شش عضو یک خانواده در ننگرهار. مسئولان امنیتی طالبان در ننگرهار از بازداشت دو نفر در پیوند به قتل شش عضو یک خانواده خبر دادند. به گزارش تلویزیون ملی، افراد بازداشت شده چند روز قبل شش تن از اعضای یک خانواده را به بسیار بی‌رحمی در ولسوالی کوسکنر ننگرهار به قتل رساندند. انگیزه قتل گروهی این افراد روشن نیست. جرایم جنایی از جمله قتل‌های مرموز، آدم ربایی و سرقت‌های مسلحانه همچنان در شهرها چالش جدی است و گفته می‌شود اخیراً افزایش نیافته است. فقر و بیکاری، نبود امنیت و ناتوانی استخباراتی طالبان از عوامل عمده افزایش جرایم جنایی عنوان می‌شود. یک جنرال ارتش سابق افغانستان توسط طالبان بازداشت شد. طالبان یک جنرال بازنشسته ارتش سابق افغانستان را بازداشت کردند. با گزارش سپوتنیک، نیروهای امنیتی جنبش طالبان که قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، جنرال ارتش سابق افغانستان آدم خان را دستگیر کردند. از این موضوع امروز دوشنبه آماج نیوز به نقل از اعضای خانواده وی گزارش دادند. آدم خان قبلا به عنوان معاون فرمانده قلوردوی 207 پامیر خدمت میکرد و در حال حاضر بازنشسته شده است. اعضای خانواده خان گفتند که سه روز پیش طالبان بدون ذکر دلیل او را به سمت نامعلوم بردند. بعد نزدیکان این سرباز سابق متوجه شدند که او در مرکز حوزه 7 پلیس کابل نگهداری می شود. با این حال طالبان به خانواده جنرال اجازه دیدن وی را نمی دهند. به گفته اعضای خانواده آدم خان، پس از ورود طالبان به کابل، جنرال بازنشسته تمامی تجهیزات نظامی را به آنها تحویل داده بود. به گفته آنها، این نظامی سابق دلیل برای بازداشت او وجود نداشت. امیر خان متقی: استقبال رسمی به معنای به رسمیت شناختن است، رسمیت شاخ ندارد. مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید همین که به هر کشور سفر میکند مورد استقبال رسمی قرار میگیرد. به معنای رسمیت است و به رسمیت شناختن کدام شاخ ندارد. و این گفته ها را امروز دوشنبه 29 قوس هنگام برگشت از پاکستان در میدان هوایی کابل بیان کرد. متقی گفت که دولت طالبان در حال حاضر با کشورها مجالس دارد. او افزود که روز به روز سفارتخانه های کشورهای خارجی در کابل بازگشایی می شود و سفیران دولت کابل نیز به کشورها اعزام می شود. متقی بیان کرد که تعامل طالبان با جهان مثبت و رسمی است. این در حال است که تاکنون هیچ کشور دولت طالبان را به گونه رسمی به رسمیت نشناخته است. پیش از این مقام‌های طالبان گفته بودند که تمام شرایط شناسایی را انجام دادند. متقی با اشاره به نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پاکستان گفت که در این نشست به اهداف که تعیین کرده بود دست یافت و در مورد استقبال نیز قرار گرفت. وزیر خارجه طالبان بیان کرد که در این نشست به اشتراک کنندگان گفته که تنها به گفته ها نمی شود کار کرد و تعهدات جنبی عملی داشته باشد. او ابراز امیدواری کرد که کشورهای اسلامی تعهدات خود را عملی کنند. او با اشاره به انتقاد حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است که گفته های آقای خان توهین آمیز نبود. متقی گفت که در مجموعه تمام اشتراک کنندگان درباره افغانستان نظریات مثبت داشتند. حامد کرزی سخنان عمران خان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی را توهین به مردم افغانستان خوانده و از او خواسته که به نمایندگی از افغانستان
در مجموعه عمومی به این دلیل صحبت نکند. ترکیه و قطر 5 میدان هوایی افغانستان را مدیریت خواهند کرد. وزیر امور خارجه ترکیه گفته ممکن است که کشورش با همکاری قطر مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان را بر عهده بگیرد. به گفته او در این زمینه مذاکرات با طالبان جریان دارد. او در پاکستان به خبرنگاران گفته است که هیئت متشکل از کارشناسان ابتدا به دوحه و سپس به افغانستان سفر می کنند تا در مورد بهره برداری از میدان هوایی کابل گفتگو کند. وزیر خارجه ترکیه خاطر نشان کرده که هیئت ترکیه و قطر پیشنهادهای مشترک را به دولت و طالبان ارائه خواهند کرد. به گفته او در مورد این پیشنهادها روز چهارشنبه بحث و تبادل نظر خواهد شد. او اضافه کرده است که در صورت فراهم شدن شرایط ترکیه میدان هوایی را به صورت مشترک با قطر مدیریت خواهد کرد. امریکا از نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان استقبال کرد. توماس نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد را یک جلسه سازنده و با نتایج مهم خوانده است. او بامداد امروز دوشنبه 29 قبل در رشته تیویت نگاشته است یک جلسه سازنده OIC با نتایج مهم از جمله ایجاد یک صندوق بشر دوستانه و نامگذاری یک فرستاده ویژه ایالات متحده به گرمی از نقش و مشارکت این جلسه استقبال می کند. این نشست دیروز یک شنبه 28 قبض با حضور 57 عضو سازمان همکاری اسلامی با محوریت افغانستان برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست رسیدگی به بحران بشری افغانستان اعلام شده بود. اشتراک کنندگان در اعلامیه پایانی این نشست گفتند که سازوکارهای را برای ارائه کمک های بشر دوستانه و آزادی منابع مسدود شده افغانستان در نظر گرفتند. طبق این اعلامیه سازمان همکاری اسلامی یک صندوق بشر دوستانه را از طریق بانک توسعه اسلامی ایجاد خواهد کرد. محقق: زوال حکومت طالبان دور نیست. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان اعلام کرد که عفو عمومی واقعیت ندارد. ترور و فقر هر روز بیشتر می شود. بنابراین زوال حکومت طالبان دور از تصور نیست. به گزارش سپوتنیک، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در پیام نگاشته است که از ابتدا تسلط طالبان بر کشور اوضاع تا به حال روز به روز به وخامت می رود. اگر روال همین گونه پیش برود سرانجام زوال حکومت طالبان متصور است. وای می گوید ختم جنگ را که طالبان مدعی هستند واقعیت ندارد. هنوز هم ترور و انفجار و جنگ در بسای نقاط کشور دوام دارد. آقای محقق می افزاید برخلاف عفو عمومی که از طرف رهبری طالبان اعلام گردیده هزاران نفر از فرماندهان حکومت قبلی، مجاهدین و حتی صاحب‌های قریه زیر تعقیب و یا شبانه از خانه هایشان برده شده بعد از شکنجه و قتل می رسند. به گفته محقق فقر و بیکاری فراگیر شده است. اکثریت مردم توان خرید نان شبانه روز خود را ندارند و برای تهیه آن حتی بعضی ها اولادهایشان را می‌فروشند. همچنان تازه مولوی مجیب رحمان انصاری ممنوع المنبر شد. فردی که جنگ علیه طالبان را حرام می‌دانست طالبان او را جزا دادند. دیروز مجیب رحمان انصاری می‌خواست که پس از مدت‌ها دوباره به مسجد خواجه عبدالله انصاری رفته و خطبه نماز جمعه را بخواند، اما هنگام رفتنش به طرف منبر از طرف نماینده وزارت عمل بالمعروف هرات ممانعت صورت گرفت. همچنان بنصاری تاکید شد که پس از این هرگی چنین اشتباهی را مرتکب نشود. با مجیب انصاری گفته شد که فرق بین تو و لاگل پیش ما نیست. هر دوی تان باید سنگسار شوید. علاگل به جرم لواطت و غصب زمین های مردم و تو به جرم وهابیت باید در یک روز ادام شوید. ولی افسوس که رهبری امارات گروه طالبان تا حال اجازه نداده است.